مهمانان عزیز برنامه هستیم، مهمانانی که دو تن از گلهای سال 1378 هستند. عیدتون مبارک. خیلی ممنون که دعوت برنامه رو پذیرفتید و به برنامه خودتون تشریف آوردید. لطف کنید خودتون معرفی کنید. به نام خدا، من در ابتدا عید نوروز رو به شما و همچنین بینندگان عزیز تبریک عرض می‌کنم. علی زین العابدین زاده هستم، فارغ التحصیل رشته ریاضی هستم و برگزیده جشنواره خوارزمی در سطح استان. با تشکر از دوستم، منم پوریا خانی هستم و عید نوروز را به همه هموطنان عزیزم تبریک عرض می‌کنم. همونطور که دوستم گفت، ما برگزیده جشنواره خوارزمی هستیم، در سطح استان تهران اول و در سطح کشور دوم شدیم. شما گروهی کار کردین، یعنی دو نفری کار کردین؟ بعد چه طرحی رو دادین برای جشنواره؟ طرح ما به این صورت بودش که ما اومدیم کاربردهایی رو برای هواپای صابون ارائه دادیم. همین صابونی که همه هر روزه باهاش برای کارهای شستشو استفاده میکنن، ما این کاربردهایی براش ارائه دادیم. از جمله این کاربردها، مثلا ما میتونیم کوتاه‌ترین مسیر بین چند نقطه رو پیدا بکنیم. حتی به وسیله مارکت هایی که ما میتونیم، ما اومدیم مدل هایی میسازیم و در داخل ما کف صابون قرار میدیم و خارج میکنیم. به شکلی که در داخل مدل های ما پدید میاد، ما طبق قوانین فیزیکی اثبات میکنیم که مثلا کوتاه‌ترین مسیر بین شهرهای ما هستن. از کاربردهای دیگه‌ای که ما برای این هواپای صابون ارائه دادیم، مثلا یک معمار وقتی بخواد یک طرح ساختمانی رو بده، واسه ساختن همین مدل ها میتونه مقاوم ترین نوع مدل هاش رو ببینه به چه صورت هست در سازه هاش. یا مثلا طرز قرارداد سلول های بدن رو ما به چه واسه چندلی که نور هم دیگه قرار گرفتن، ما باز واسه همین هواپای صابون اثبات کردیم. و از کاربردهای دیگه که ما میت باز برای همین هواپای صابون ارائه دادیم، در ساخت چادرها هستن. چادرهای نظامی که امروزه ساخته میشن در صحراها، چون در مقابل باد شدید قرار میگیرن، شکل ظاهرش خیلی مهمه. ما اومدیم شکل ظاهری این چادرها رو میشه گفت طراحی کردن واسه مدل هامون و باز همین کار واسه همون هواپای صابون انجام دادیم. و البته کاربردهای بسیار زیادی داره و چون به صورت عملی هم هستش، بیشتر به صورت نمایش. مهمانانی که دو تن از گلهای سال 1378 هستن. عیدتون مبارک. خیلی ممنون که دعوت برنامه رو پذیرفتید و به برنامه خودتون تشریف آوردید. لطف کنید خودتون معرفی کنید. به نام خدا، من در ابتدا عید نوروز رو به شما و همچنین بینندگان عزیز تبریک عرض می‌کنم. علی زین العابدین زاده هستم، فارغ التحصیل رشته ریاضی هستم و برگزیده جشنواره خوارزمی در سطح استان. با تشکر از دوستم، منم پوریا خانی هستم و عید نوروز را به همه هموطنان عزیزم تبریک عرض می‌کنم. همونطور که دوستم گفت، ما برگزیده جشنواره خوارزمی هستیم، در سطح استان تهران اول و در سطح کشور دوم شدیم. شما گروهی کار کردین، یعنی دو نفری کار کردین؟ بعد چه طرحی رو دادین برای جشنواره؟ طرح ما به این صورت بودش که ما اومدیم کاربردهایی رو برای هواپای صابون ارائه دادیم. همین صابونی که همه هر روزه باهاش برای کارهای شستشو استفاده میکنن، ما این کاربردهایی براش ارائه دادیم. از جمله این کاربردها، مثلا ما میتونیم کوتاه‌ترین مسیر بین چند نقطه رو پیدا بکنیم. حتی به وسیله مارکت هایی که ما میتونیم، ما اومدیم مدل هایی میسازیم و در داخل ما کف صابون قرار میدیم و خارج میکنیم. به شکلی که در داخل مدل های ما پدید میاد، ما طبق قوانین فیزیکی اثبات میکنیم که مثلا کوتاه‌ترین مسیر بین شهرهای ما هستن. از کاربردهای دیگه که ما برای این هواپای صابون ارائه دادیم، مثلا یک معمار وقتی بخواد یک طرح ساختمانی رو بده، واسه ساختن همین مدل ها میتونه مقاوم ترین نوع مدل هاشو ببینه به چه صورت هست در سازه هاش. یا مثلا طرز قرارداد سلول های بدن رو ما به چه واسه چندلی که نور هم دیگه قرار گرفتن، ما باز واسه همین هواپای صابون اثبات کردیم. و از کاربردهای دیگه که ما میتونیم باز برای همین هواپای صابون ارائه دادیم، در ساخت چادرها هستن. چادرهای نظامی که امروزه ساخته میشن در صحراها، چون در مقابل باد شدید قرار میگیرن، شکل ظاهرش خیلی مهمه. ما اومدیم شکل ظاهری این چادرها رو میشه گفت طراحی کردن واسه مدل هامون و باز همین کار واسه همون هواپای صابون انجام دادیم. و البته کاربردهای بسیار زیادی داره و چون به صورت عملی هم هستش، بیشتر به صورت نمایشی باید اجرا بشه و به صورت صحبتی زیاد نمیشه راجعش بحث کرد. البته کاربردهای بسیار زیادی داره که در هر رشته به صورت جداگانه باید روش بحث بشه. خب این در مورد این حباب صابون که فرمودید، مثلا چه استفاده از حباب صابون برای طراحی چادر نظامی کردین؟
شما هم بخواهی میتونید توضیح بدید. ببینید اولا کار ما اینجوری شد، خواب بودیم و دوست داشتیم که علت هر چیز رو خودمون بفهمیم. اومدیم و وقتی که توی کتاب آزمایشگاه فیزیک 2 برای رشته ریاضی و تجربی از این کتاب این آزمایش رو دیدیم، آزمایش ساده بود که همه دبیرا از روش خیلی سریع رد می‌شدن و بچه خودشون آزمایش می‌کردن و قبول می‌کردن، ولی این به صورت یک استثناء بود و ما وقتی که اومدیم آزمایش رو به نوع دیگه انجام دادیم دیدیم که باز یک جواب به دست میاد که این استثناء ما رو نقض می‌کنه. و جالب این که وقتی کتاب دانشگاهی یا که سال‌هاست داره در کشور تدریس میشه رو نگاه کردیم دیدیم باز این اشتباه رو داره. ما اومدیم این اشتباه رو تصحیح کردیم، یک ماکت درست می‌کردیم و با چند عدد می‌خواستیم این جواب رو به این یک تئوری برای این از تشکیل دادیم و یک جوابی به این سوالشون دادیم که کار مهندسین معمار رو خیلی راحت می‌کنه و این کار بیشتر هم بین راه سازی و بین راه‌ها کاربرد داره در راه سازی و همچنین در راه‌های هوایی بسیار کاربرد داره. دیگه کارهای دیگه‌اش در کانال کشی‌ها هست، در خود تلفن، برق، آب، گاز، همه چیز میشه استفاده کرد. کاربرد دیگه‌ای که داره اگر شما دقت کرد باشید وقتی که این انیمیشن مترو رو نشون میداد تلویزیون قسمتایش رو به صورت حباب کره کره نشون میداد. وقتی که شما بیاید حباب‌های رو درست کنید میبینید اگر بعضی حباب‌های ما کشیده شده باشن بعضی جاها حباب‌ها هنوز به صورت کره موندن. این باز از همون اصل کشش سطحی استفاده شده که باز الان مهندسین و معمار ما از طریق ریاضی اینا حساب میکنن. وقتی که ما اینا درست میکنیم میبینیم که به اون قسمت کروی نیرویی که فشار میاد نیرو رو پخش میکنه و باعث میشه که شکل ما اون تونل ما خراب نشه. و کاربردهای بسیار زیادی که در هر زمینه اگر ما کند و کاف کنیم میتونیم براش جستجو کنیم. خیلی ممنون. هستی؟ نه من یک سال از پوریا بزرگتر هستم. چجور با هم دوست شدیم؟ اصلا دوستی ما به صورت فیزیکی بودش. ما توی یک کنفرانس فیزیکی بود که توی انجمن فیزیک منطقه 4 برگزار شد، من اونجا چون به صورت بحث آزاد بود من اونجا پوریا میشه گفت با هم خیلی بحث کردیم در اون تو بحث آزاد که راجع هامیا با رفاقتتون علمی بوده. بله بله. و سر همون بحث ها شد که من و پوریا کلا البته هنوز در اون مورد به نتیجه نرسیدیم. ما چند وقت با هم دوست هستیم؟ الان حدود فکر کنم 2 سال میشه. شما متولد چه سال و چه ماهی هستیم؟ من اسفند 1360 هستم. شما؟ 2 تیر 1361. بله خیلی ممنون. شما حرفی، صحبتی، درد دل چیزی دارین میتونین الان عنوان کنین. من اول من در مورد مشکلات یک محقق بر شما توضیح بدم و بعد دوستم میخواد از عزیزانی که ما رو در این زمینه یاری کردن تشکر کنه. من میخوام به همه اونها، همه دانش آموزانی که میخوان راه تحقیق شروع کنن بگم که از هیچ مشکلی، از هیچ شکستی نترسن. این شکست ها مقدمه پیروزیه. ما خودمون تو کارمون با اینکه کار خیلی ساده رو شروع کردیم همه ما رو نهی میکردن، میگفتن این کار رو ادامه ندید، این کار فایده نداره، نمیتونید به جایی برسونیدش، ولی ما رسوندیم به جایی که میتونیم اینو در سطح جهانی مطرح کنیم. و کلام آخرم اینه که نترسن، از هیچ چه کسی نترسن، از اون تحقیرهایی که میکننشون نترسن. اینا تحقیر نیست، اینا همشون یه پیغام شادیه برای آینده اونها. ممنون. ادامه حرف پوریا بگم که از آزمایش کردن هم نترسن، چون بسیاری از محققین ما میترسن که آزمایش بکنن مثلا بگن وسیله خراب میشه. از آزمایش کردن و تجربه کردن اینا نترسن، چون ممکنه در یک دو آزمایش فرد اشتباهی بکنه، مثلا یک رادیو مثلا بسوزه، ولی تجربه که نظر من کسب میکنه ارزشش خیلی بیشتر هست. خیلی ممنون. حرف دیگه ای داریم بچه؟ من فقط میخواستم تشکر کنم از انجمن فیزیک منطقه 4 تهران که در زمینه تحقیق خیلی با ما همکاری کردن و همچنین دبیرستانی که من قبلا توی اون بودم، دبیرستان دکتر شریعتی منطقه 4 و همچنین مدیریت خوبش جناب آقای خاتمی و همچنین خانم باستانی در اداره کل آموزش پرورش که در زمینه کارهای جشن خوارزمی هم واقعا به ما خیلی کمک کردن، همینطور به همه بچه‌هاش کمک کردن در زمینه راهنمایی. من واقعا جایی نیستم، جایی اینجا رو جایی نیستم که از